تصدیقات ایرانی چطور به روسیه و اوکراین میرن؟ چه تصدیقاتی از ایران به بازار سیاه جنگ رفته؟ سلام و عرض ادب خدمت همه رفقا و پارتیزانی های عزیز، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه های ما. امروز میخوایم توی این برنامه به مسئله فروش تصدیقات جنگی در جنگ اوکراین و غزه بپردازیم. اینکه چه تصدیقاتی و چطور به دو جبهه نبرد منتقل میشن. پس برای دیدن ادامه برنامه تا انتهای اون با ما همراه باشید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از تیم ما حمایت کنید و به ما انرژی بدید. خب بریم سراغ قسمت اصلی برنامه. شاید تا الان درباره انتشار گسترده تصدیقات انفرادی سبک در جنگ‌های بزرگ در جهان شنیده باشید. مثال بارز این سلاح‌ها کلاشینکوف روسی هستش. اسلحه‌هایی که توسط شرکت‌های نظامی تصدیقاتی بزرگ تولید میشن و به سرعت سر از میدون‌های جنگ در میارن. این موضوع برای هر شرکت و کشوری که وارد صنعت فروش اسلحه به جبهه‌های جنگ میشه اهمیت زیادی داره. نکته جالب این وسط وجود داره. برخی از این تصدیقات که ممکنه بعضن از نوع سنگین و متوسط هم باشن، میتونه بدون اطلاع سازنده به دست دو طرف جنگ برسه. پس میرسیم به اصل مطلب، یعنی سود سرشار از فروش تصدیقات توسط سازندگان و بازار سیاه. در جنگ‌های جهانی اول و دوم، بیشتر نام شوروی، آلمان و آمریکا در بین فروشندگان بزرگ تصدیقات نظامی قرار داشت. اما با تغییر در معادلات قدرت و بازدارندگی در جهان، کشورهای جدیدی به این لیست اضافه شدند. کشورمون ایران بعد از 50 سال که کاملا وابسته نظامی آمریکا و انگلیس بود، به عنوان فروشنده سلاح‌های سنگین و سبک معرفی شد. بعد از شگفتی قدرت‌های غربی از ارسال مستقیم پهپادهای ایرانی مثل مهاجر 6 و شاهد 136 به خاک روسیه، حالا مدتیه که اخباری از ارسال غیر مستقیم تصدیقات جدید و سنگین ایرانی به اوکراین منتشر شد. این در حالیه که قبلاً غربی‌ها دم از عدم کیفیت و غیر واقعی بودن محصولات نظامی ساخت ایران می‌زدند. حالا این روزها با استفاده از گلوله‌های توپخانه‌ای OF-462، پمپاره‌های OF-19 و راکت‌های گراد آرش ایران تفاوت رو با تصدیقات اروپایی احساس می‌کنند. سپاه پاسداران در طی سال‌های اخیر به کشورهای مختلفی در آفریقا و غرب آسیا تصدیقات با کیفیتی ارسال کرده که باعث برتری نسبی جبهه‌های مقاومت علیه معارضین و دشمنان شده. اما مشکلی که باعث انتقال تصدیقات ایرانی به کشورهایی مثل اوکراین شده، ورود و دخالت ارتش آمریکاست. ارتش آمریکا در طی 2 سال اخیر دست کم 3 مرتبه تصدیقات ایرانی رو که از طریق دریا در راه یمن بودن مصادره و ضبط کرده. تا چند ماه پیش کسی نمیدونست که عاقبت این تصدیقات چی میشه و قراره به کجا منتقل بشه. آخرین عملیات مصادره تصدیقات توسط نیروی دریایی ارتش آمریکا مربوط به بهمن سال 1402 بود. تنها 3 ماه بعد از اون سنتکام اعلام کرد که این تصدیقات به ارتش اوکراین تحویل داده شدن. نکته عجیب بیانیه سنتکام متنوع بودن تصدیقات ارسالی بود. از دیگر نکات جالب توجه این هستش که با وجود شرکت کشورهای اروپایی و چین و کره شمالی، هند و مواردی از این دست به عنوان فروشنده سلاح در جنگ اوکراین، اما نظامیان روسی و اوکراینی از کیفیت بالای تصدیقات ایرانی اظهار خرسندی کردند و درخواست افزایش دریافت این سلاح‌ها رو در میدان نبرد داشتند. خب حالا برگردیم به نحوه انتقال تصدیقات به اوکراین. ایران برای عقب نموندن از رقابت با قدرت‌های نظامی جهان نیاز به برند کردن تصدیقات ساخت خودش داره. پس تعجبی نداره که انواع سلاح‌های ایرانی به هر طریقی از جمله واسطه‌های بازار سیاه به اوکراین برسند. این موضوع چند مزیت داره. اول اینکه به مانند آمریکا، تصدیقات ایرانی در میدون جنگ واقعی استفاده میشن تا امتحان خودشون رو پس بدن و در صورت لزوم توسط خود ما هم به کار برده بشن. دومین فایده اینه که سود اقتصادی قابل قبولی برای حوزه نظامی کشورمون خواهند داشت و باید به این نکته توجه بشه که سود فروش تصدیقات نظامی در همون بخش باز استفاده میشه تا باعث ارتقای توانایی‌های
کشور بشه. خب حالا باید ببینیم که دقیقاً چه تجهیزات و تسلیحاتی از کارخانه‌های ایرانی به روسیه و یا اوکراین منتقل شده. پس در ادامه برنامه با ما همراه باشید. خب در سال اول جنگ اوکراین کلاهای نظامی و جلیقه‌های ضد گلوله رویین 2 و 3 ایرانی در سر و تن نظامیان روسی رویت شدند. همون زمان وزارت دفاع اوکراین مدعی شد که بیش از 4000 جلیقه و کلاه نظامی ایران توسط ارتش روسیه استفاده شده و خواهد شد. اما مهمترین سلاح ایرانی مورد استفاده ی ارتش روسیه پرنده‌های انتحاری ایرانی بودند. پهپادهای شاهد 129، 131 و 136 و همچنین مهاجر 6 و آرش 2 کلاشینکوف‌های دنیای پهپادها در روسیه هستند که تا الان چندین بار علیه مواضع ارتش اوکراین به کار برده شدن و موفقیت‌هایی رو هم داشتن. البته چند باری هم هستش که شایعاتی در مورد ارسال موشک‌های بالستیک فاتح 110 و ذوالفقار به روسیه مخابره شده که سرنوشت دقیق اونها هنوز مشخص نیست. در مورد تحویل راکت‌های هدایت شونده، نکته جالب اینه که راکت‌های دهلاویه که مدل‌های ارتقا یافته کرنت روسی هستن در ارتش روسیه دیده میشن. بمب هدایت شونده یه مدرن قائم 5 هم که متصل به پهپادهای مهاجر 6 هستش به تازگی در نبرد توسط روسیه مورد استفاده قرار گرفته. خب حالا نوبت تجهیزات ایرانی ارتش اوکراین هستش. علاوه بر تجهیزات و تسلیحاتی که ذکر شد توسط آمریکا به اوکراین منتقل شدن، اما تسلیحاتی هم به شکل غیر مستقیم و از طریق بازار سیاه به دست اوکراینی ها رسیده. مهمترین اونها گلوله های توپخانه و خمپاره های سنگین ایران هستش. به تازگی تصاویری منتشر شده که نشون میده گلوله های توپخانه 122 میلیمتری ایرانی که تازه ساخت هم هستن در کنار ارتش اوکراین حضور دارند. در این تصاویر حضور مهمات ایرانی OF-462 به چشم می‌خوره. این مهمات در سال 2022 هم به طریقی به دست اوکراینی ها رسیده بود. این پرتابه 122 میلیمتری روسی‌الاصل و پرتابه‌ای با قابلیت انفجار شدید یا HE-FRAG هستش و پرتابه تثبیت شده در چرخشه که در تعدادی از کشورها از جمله ایران کپی و مونتاژ شده. بدنه پرتابه OF-462 از پولاد با تکه تکه شدن بالا ساخته شده که دارای یک گلوله نسبتاً کوتاه ساده، یک خرطومی مشخص، یک دم قایقی مشخص و یک نوار محرکه مسی با عرض کمتر از 21 میلیمتر. مواد پرکننده ی مواد منفجره میتونن متفاوت باشن، اما معمولاً مخلوط TNT و آماتول با وزن 3.46 کیلوگرم وجود داره. سایر مواد پرکننده فقط میتونن شامل TNT باشن که وزن اونها هم معمولاً تا 3.5 کیلوگرم متغیره. این پرتابه از دو نوع توپخانه هوویتزر 2S1 و DC قابلیت پرتاب داره که هر دو در ارتش اوکراین استفاده میشن. کمک های غیر مستقیم ایران در اوکراین به مهمات توپخانه‌ای محدود نشده و سال 2022 یک حساب توییتری تصویر رو منتشر کرد و مدعی شد که مهمات شدید الانفجار HE-FRAG در دستان سرباز اوکراینی در واقع گلوله های خمپاره 125 میلیمتری OF-19 ایرانی هستش که تقریبا به وسیله تمامی تانک های اوکراینی قابل پرتاب هستش. این گلوله ها رو میشه با بسته‌بندی سنتی ایرانیشون تشخیص داد، همونطور که در سایر انواع مهمات ساخت ایران مشاهده میشه. علاوه بر این، اینطور مهمات به خاطر قسمت پشتی و بالاهای کاملا مشکیشون به راحتی قابل تشخیص هستند. البته خمپاره های 120 میلیمتری ایرانی کم و بیش توسط روسیه هم مورد استفاده قرار گرفتن و احتمال اینکه توسط اوکراینی ها به غنیمت گرفته شده باشند هم وجود داره. آخرین سلاح ایرانی که به شکل ویژه حضورش در جبهه اوکراین تایید شده، راکت های 122 میلیمتری گراد آرش هستند. اما احتمال اینکه از طریق تسلیحات مصادره شده به اوکراین رسیده باشند زیاده. در این راکت هم از مهمات شدید الانفجار HE-FRAG استفاده میشه و از راکت انداز BM-21 شلیک میشن. خب توی برنامه امروز به مطالب مهمی در خصوص جابجایی تسلیحات و تجهیزات ساخت ایران به مناطق مختلف دنیا پرداختیم. اینکه به شکل مستقیم توسط سپاه پاسداران به روسیه و ملت‌های مقاومت تحویل داده شده و یا از طریق واسط‌های بازار سیاه و یا به غنیمت گرفتن توسط کشورهایی مثل آمریکا به دست اوکراین رسیده باشه. با توجه به کمبود وقت برنامه
به اختصار به تسلیحات و تجهیزاتی که در اوکراین و روسیه حضور داشتند اشاره کردیم. به پایان این برنامه رسیدیم. امیدوارم که از این برنامه و مطالب اون لذت برده باشید. و به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستیم و تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.